سلام به همه بچه های ساکر پادکست، امیدوارم که حالتون خوب باشه. اومدیم بررسی کنیم بازی منچستر سیتی و منچستر یونایتد که 3-1 تونه سیتی ببره توی بازی یه طرفه با بابی. و برای کسی هم که تازه ما رو می‌بینن، ما راجع به فوتبال اروپا صحبت می‌کنیم. اگه دوستای ما رو سابسکرایب کنید، لایو ریاکشن به بازی حساس میایم، مثل همین بازی که اومدیم و لینکش آخر ویدیو میذارم، علامت زنگوله رو بزنین که ما هر موقع میایم لایو خودتون خبردار بشین. چطوری بابی، خوبی؟ نه دوباره همچنان. من بابی یکم آمار بخونم بعد بریم با هم یکم بررسی کنیم بازی. ترکیب اولیه دو تیم، اول میخوام اونانا، دالو، واران، ایونس، لیندلوف، ماینو، کاسمیرو، رشفورد، مکتامینه، گارناشو و فرناندز بازی کردن برای یونایتد. برای من سیتی هم هالند، دوکو، برناردو سیلوا، دیبروینه، فودن، رودری، استونز، آکه، دیاز، واکر و ادرسون بازی کردن. گل اولم که رشفورد زد دقیقه 8 و 74% در طول بازی توپ دست سیتی بود، 26% دست منچستر یونایتد. 3.32 ایکس جی گلای سیتی، 26% فقط مال منچستر یونایتد. 27 شوت منچستر سیتی زده، 3 تا شوت یونایتد زده، 8 شوت در چارچوب داشته سیتی، یه دونه شوت در چارچوب داشته یونایتد، 3 تا شانس بزرگ خلق کرده سیتی. اینجاست که اینجا آمار مهم میشه. 3 تا شانس بزرگ خلق کرده سیتی، منچستر هیچی. 2 تا شمت دست داده سیتی، منچستر هیچی. 728 تا پاس داده منچستر سیتی، 228 تا پاس یونایتد داده. 15 تا کورنر زده سیتی و 2 تا کورنر یونایتد زده. و بازی هم به شکلی بودش که بابک موقعی که بازی شروع شد فکر کنم خودتم تو لایو 10 دقیقه دیر رسیدی، رشفورد اصلا با یه ضربه استثنایی توش گل بزنه، ولی حالا بگو دیگه خود برامون نیمه اول و بعد دقیقه 8. ببین به نظرم یونایتد خیلی زود به چیزی که میخواست رسید، یعنی شاید اگه دیرتر ما یونایتد گل میزد نتیجه بازی شاید فرق میکرد، ولی از روند بازی که معلوم بود سیتی خیلی آماده تر و سرحالتره، انرژی و رویش بیشتره و دست مربی هم خوب بازتر بود، چه واسه انتخاب 11 تای اصلیش چه بعدن واسه تعویزاش. خب جلوی اینجور تیما اول گل زدن وقتی که معلومه که هم اندازه اونا خوب نیستی خیلی سخت میکنه کارو برات، چون اون تیم یه جورایی میگه من چیزی دیگه واسه دست دادن ندارم، این تیمی مثل سیتی و سراسر حمله میشه. یعنی اگه مثلا بازی تا دقیقه 50-60 سفت سفت بود، خب سیتی یه ذره فکر میکرد که حالا نکنه یه و یه زده حمله بخوره گل بشه، ولی وقتی مثلا بازی دقیقه 8-1 یعنی اینگاه اولا 1-1 رفتی تو زمین، نظر من البته، خب اون تیمه خیلی بی‌پرواتر حمله میکنه و وقت هم واسه و راحت تر ذهنشم آره و وقتش هم بیشتره واسه برگشتن به بازی. یعنی حالا سیتی عملا با وقت اضافه‌ای که گرفته میشه حدود 90 دقیقه وقت داشت که به بازی برگرده، یعنی یه بازی وقت داشت که به بازی برگرده. وقتی هم اندازه است قدرت تیم‌ها این قضیه اوکیه، یعنی خیلی اتفاق خوبیه، ولی وقتی که اینقدر اختلاف سطح هست بین دو تا تیم، خب معلوم یعنی منم فکر همه میدونستم. آره همه که پیش بینی کرده بودن که خب شما میوازین، یعنی چیز عجیبی هم نبود اینکه شما میوازین، ولی یه سوالی در مورد نیمه اول شما خیلی موقع ایجاد کردین، دو سه تا رشفورد خیلی خراب کرد، یعنی به جز اون گل قشنگی که زد یه دونه تک به تک بودش که با هد انداخ جا موند خودش از توپ، یه دونه پاس رو به جلو دادن که هوا رو شوتید. یعنی منظورم که چی شد که نیمه اول شما بازی که بالاخره گل زده بودین تو نیمه اول همون بازی رو تو نیمه دوم بازی کنی، یعنی منظورم که شما 3 تا گل تو نیمه دوم خوردین دیگه. آره نیمه دوم چی شد؟ یعنی ما الان اینجا نیمه دوم چی شد که بگونیم اولا. آره یه ذره دیگه بیشتر راجع به نیمه اول میخوام بگم که یونایتد اومد نیمه اول که از پشت سر کال واکر، فضای پشت سر واکر استفاده کنه، یعنی اون چند تا موقعیتی هم که ساختیم تو نیمه اول و در نهایت یه چند تا موقعیت که نساختیم، یعنی تلاش برای حمله ای که خواستیم بکنیم از سمت راست دفاعی سیتی بود که تو چند تا بازی قبلم که لایو ریاکشن رفته بودیم اونجا هم بهش اشاره کردم که سیتی اون ناحیه دفاع راستش خیلی متزلزله نسبت به بقیه جای تیمش، از اونجا سعی کرد که به سیتی ضربه بزنه و خب موفق هم شد، یعنی اونانا یه بازی مستقیم کرد دقیقا اون پشت کال واکر
و دفاع مجبور شدن باز بشن و خب راشفورد هم یه شوت زد که شاید 10 تا دیگه میزد گل نمیشد، ولی خب حالا اون موقع گل شد. بعدش راجع به صحبت تو هم، نه سیتی به نظر من تا اون نیمه اول میتونست به بازی برگرده، نه میتونست سیتی برگرده، ولی شما موقعیت داشتین، یعنی من فکر کنم ما سعی میکردیم حمله کنیم، ما خیلی سعی میکردیم حمله کنیم، ولی خب تو نیمه دوم چی شد که آچمز شد تنها؟ نیمه دوم به نظر من یکی از عواملش خستگی بود و یکی از عوامل دیگرش هم این بود که دستش خیلی بسته بود روی، یعنی واسه تغییر، نه اینکه تغییر بازیکن ها، واسه تغییر روند بازی یا تغییر سبک خیلی محدود تیم خیلی دستش چرا بسته. چرا روبه چرا میخواست بیلاب کنه جلو سیتی موقعی که توپو در اختیار میگرفت؟ میخواست از پایه، یعنی با پاسکو میتونست در صورتی که با یه پاس بلند حریف رو اولا ببره عقب، از اون خیمه بیاد بیرون حریف. همین که شما وقتی مهاجمای سرعتی داریم مثل گارناچو و راشفورد، اینا رو میگیم میچسبن به دفاع ته حریف، شما پاس بلند ارسال میکنید. ببین به نظر من سعی نمیکرد بمونه عقب. نه من به نظر من سعی نمیکرد بیلد آپ کنه، ولی میخواست رو زمین سری بیلد آپ، یعنی فست بیلد آپ، همون ترانزیشن فوتبالی آره. که خودش گفته میخواست انجام بده، ولی خب الان متاسفانه مهره‌هاش نداره، یعنی مکتامینه برونو اتفاقا برونو باز شده، ولی مکتامینه اصلا میدارد اون کار رو بخوره. به خاطر همین، به خاطر پرس سنگین سیتی و اون کامپکت بازی کردنشون که وسط زمین رو خیلی شلوغ میکردن، موقعی که توپ دست یونایتد میومد انقدر اون آپشنای پاس کم بود که معمولا پاس میدادن به اونانا، اونانا میکشید زیرش. ولی خب متاسفانه یه مشکلی که بود این بود که بازیکنای سرزنی نداشتیم که توپو نگه دارن، نه اینکه گل بزنن، یعنی توپی که اونانا مستقیم رو هوا فرستادن. اسکاتی اگه میذاش نوک برونو پشتش، حالا اینو میخواستم بگم بگو. اینو میخواستم آره. بگم که به نظر من برونو و مکتامینه همزمان نباید توی تیم بازی کنن، یعنی وقتی که این دوتا همزمان بازی میکنن خط هافبک زیادی هجومی میشه، چون جفت این بازیکن ها میل به بازی هجومی دارن، مخصوصا مکتامینه. باز برونو یه ذره هافبک تره تا مکتامینه، ولی مکتامینه فقط باید گل بزنه، یعنی تو بازی از مکتامینه یادت نمیاد که یه پاس خیلی خوب داده باشه، یه تکل خیلی خوب زده باشه، یا عملکرد دفاعی خوب داشته باشه. بازی مکتامینه فقط میاد که توپو بکنه تو گل. به خاطر این دوتا بازیکن همزمان قدرت واسه خط هافبک تو کم میکنه. سیتی هم خب گواردیولا استاد بازی‌های سرعتی و آف پوزیشن کردن بازیکنان تیم حریفه، به خاطر اون پاس‌های سرعتی که میداد و به خاطر عدم دیفنسیو اورنس این دوتا بازیکن، خط هافبک ما کامل از زمین خارج میشد، یعنی کاسمیرو مجبور بود دیگه بیاد بچسبه به چهار تا دفاع ما، یعنی دفاع 5 نفره رو تشکیل بده و با سیتی خیمه‌های خیلی سنگینی میزد و همینطور رانایی که پشت دفاع میزدن خط دفاعی ما رو میبرد عقب، که تو دیدی وقتی گل اول که فیل فودن شوت زد انقدر خط دفاعی عقب بود که اصلا کسی نبود که جلوی توپو بگیره، اون به خاطر اون رانای اگه پشت دفاع. اگه اون موقع ولی به نظر من اگه آمرابات اونجا تو زمین بود احتمالی که اون شوتو شما بخورین کمتر میشد. ببین اون هافبک رو کاغذ آره اومد کار گذاشت زمین، آره اون بازیکنی که دیمکت داشتین اسمش آمرابات بوده با این آره. وظایف آره. یعنی یه بازی، یعنی اگه از اول بازی به نظر من بدون مکتامینه یا برونو میومد تو زمین ممکن بود که بتونیم بهتر نتیجه بگیریم، ولی خب یه گل اونجوری خوریم که به نظر من میتونست خطا باشه قبلش رو راشفورد، میگم چون من تو لایوم اگه بچه‌ها دیده باشن فیریز اونجا فریز شدم نتونستم کامل ببینم، اون صحنه که دیدم میتونست خطا باشه اما ازم نبود، ولی بچه‌ها تو خونه برام کامنت کن، من فکر کنم آره. دقیق ندیدم مثل تو شد دقیقاً برام نمیدونم چرا، ولی یه کوچولو کشید ولی حالا یه مشکل دیگه هم که داشت، حالا من بیشتر در مورد یونایتد حرف میزنم چون خب سیتی دیگه همه میدونن سبک بازیش و روند بازیش و قدرتش و اون مالکیت کلی و اون سواری رو بازیش، ولی خب تو نگاه کن بازی یکی یک شد، اریک تن هاگ تعویض کرد، دو تا بازیکن که آورد باز شدن که ما گل بخوریم، یعنی همون دفاع راست جوونمون که خب ایراد خورده ای هم نمیشه بهش گرفت، اون نباید الان تو این سطح بازی کنه، یعنی تقصیر اون بچه نیست که اصلا کل تیم ما مسئول، اصلا این چیزی نیستش که الان اون بچه هم فقط درگیرش شده باشه، یعنی تیمای گواردیولا انقدر سری پاس میدن، شما ببین همونجا اون رفته بازیکن حریفو گرفته، نمیدونم کیو گرفته بود، یعنی گرفته بود دیگه، یعنی نه اینکه مثلا اوت اپ پوزیشن، ولی بازیکن اشتباهی گرفته بود،
آره دفاع منطقه‌ای اشتباهی کرد. آره دیگه. ولی خب به منظور این که زمین نذاشت، مثلا اشتباه فردی نداشت، میدونی چی؟ نه ولی از عدم تجربهش بود، میدونی، از عدم تجربهش. منظورم که اینقدر پاسا سریع داده میشه، اینقدر این پاسا سریع داده میشه، شما نمیتونی همون صحنه که آداپ پوزیشن شدی، برو ببین کاسمیرو چجوری آداپ پوزیشن شد، همونم فکر میکنم واران هم بعدش آداپ پوزیشن شد اگه اشتباه نکنم، که لیندلوف تکل زد. آره و اون قضیه مشکل از اون کندی و اون تنبلی هافکای ما بود که نمیتونستن درست فضاها رو ببندن و بپوشن و خیلی سیتی راحت بین فضاهای ما پاس داد، خیلی تو عمقمون راحت بازی کرد. ولی خب به نظر من کمبود کیفیت تو نیمکت یونایتد و 11 تای اصلی خب خیلی تاثیرگذار بود. ببین اوکی باختیم، ولی خیلی جالب نبود روند بازی و خیلی بد بازی کردیم. یعنی ما بازی بوده که باختیم به سیتی، حتی بدتر 6-3 پارسال اینجا بهشون باختیم، ولی حداقل 3 تا گل زدیم. ولی میوردیم، میگم میوردیم، مساوی هم میکردیم و این ناراحت نمیشدیم از اینکه بد بازی کردیم. نه بد بازی کردیم ناراحت نمیشدیم، ولی الان ناراحت میشین چون بد بازی کردیم و باختیم و این بده. ولی آره، ولی خب باید واقعا هواداری یونایتد انتظار بازی زیبا از این تیم نداشته باشن، تیمی که الان نصفش حداقل میتونیم بگیم بیشتر از نصفش گذشته و بازیکن‌های 11 تای اصلی این تیم با هم 5 تا بازی نکردن. یعنی تو چمپیونز لیگ بازی کردن، لیگ کاپ بازی کردن، چه میدونم اف ای کاپ بازی کردن، یعنی بیشتر از 30 تا بازی الان انجام شده واسه یونایتد، ولی 11 تای اصلی که میتونن بازی کنن واسه این تیم تو بازی‌های مهم و حساس 5 تا بازی کنار هم کامل بازی نکردن. و وقتی اینجوریه خب کیفیت میاد پایین و برعکسش جلو واسه سیتی خب بازی تیم خیلی با استوار، خیلی با برنامه ریزی بلندمدت. چند سال گواردیولا اونجاست و همه به سبک بازی گواردیولا عادت دارن، بازیکنایی که میخواد رو میگیره، خب خیلی راحت تره واسه شون بازی کردن. با اینی که گواردیولا توی مقطع این فصل دو تا بازیکن اصلیش مثل کوین دی بروین و هالند مصدوم بودن و نمیتونست نتایج در حد لول سیتی و خودش رو بگیره، با اینی که میبرد ولی انتظارا همش بالاتر بود ازش. خب اینا مقیاسش رو بیار پایین‌تر، آره، و بکن منچستر یونایتد و اریک تن هاگ که بسیار مشکلات داشته و بازیکن‌های اصلیش هم هیچ وقت در دسترس نداره، چه امسال حد و چه پارسال حتی. منظورم اینه که حالا طولانی هم شد، ولی منظورم اینه که هیچ وقت انتظار خوب بازی کردن و یونایتدیا نداشتن. وقتی می‌خواستن این بازی رو ببینم تو اون پیش بازی هم من گفتم که انتظاری نیست یونایتد خوب بازی کنه، تا آخر فصل هم روند همینه فکر کنم، تا وقتی که این مصدوما برگردن. ولی فقط ما الان به امید داریم واسه این مدیریت جدید که ببینیم اون میتونه کاری بکنه یا نه. آره حالا فقط راجع به گل سوم بگم که آمرابات دیگه اشتباه کشندش و گل هالند، که هالند امروز واقعا خوب نبود، یه گل خالی بود، یعنی دیگه اصلا واقعا گل خالی بود، یعنی بریم فاصله من تا میکروفون بود توپ. آره خوب نبود، اینو زد آسمون و سخت بود و ولی خیلی موقعیت دست داد سیتی، یعنی به موقعیت‌های 100% ایجاد نکن، ولی تو اون بهش چی میگن، روی نمودار میگه نقطه عطفا، اون پاسای یکی مونده باخر خوب نمیدادن یا ضربات خوب نمیزدن. خیلی بلاک کردید توپ، خیلی بلاک کردید توپ شما. و حالا بازی خیلی قشنگی بود در صدام بچه‌ها گم که ما رو تا اینجا دیدن، دمتون گرم بابک. بچه‌ها برام کامنت کنید نظرتونو، فعلا لایک کامنت سابسکرایب هم فراموش نشه.